الرحمن الرحیم. دوست عزیز، درس امروز ما راجع به کسراعشار است. جمع کسراعشار، ادیشن، of decimal, decimal, fraction, fraction. جمع کسراعشار هم مثل همون جمع عادی هیچ کدام فرق نداره، تنها یکانه فرق چیست که در جمع عادی اشاریه نبوده، در اینجا فقط اعداد اشار به طرف راست اعداد اشار و به طرف چپ اعداد تام. و فرضاً باشه که 6.7، اگر اون طرف اشاریه حرف در صفر بانیم 3، 4، 10، و این طرف اعداد تام حرف در صفر بانیم، هیچ کدام تغییر عادی وارد نمیشه. بنابراین با استفاده از علمی اصل در جمع کسراعشار هم از علمی استفاده میکنه، و صرف این صفر ماندن ها کدام مفهوم دیگر نداره، اگر نمونه ما پرمان نداره، صرف به خاطر از اینکه اون جمع ما منظم و صحیح با سلیقه عمل میشه. مثلا یک مثال بر شما میگم، مثال باشه که 1.03 و دیگه عددش باشه 5.2 و عدد دیگه باشه که 7.13 یا 7.315. اگر شما این سه اعداد با هم جمع کنیم چه رقم میکنیم؟ فرض کنیم اولش نشته میکنیم که 1.03، باز از عدد دوم اشاریش با این بالوی پایین اشاریه تامش این طرف تام، اولین عدد تام طرف راست اول با دیگه شما این طرف اشاریه دو و دیگهش 7.315. اینا رو اینجا صفرها رو میمونیم، این صفرها اگر نمانیم پروا نداره، وانیم کدام گپ نداره. جمع میکنیم 0.0055 یا اگه هیچ هم نباشه همون 5، 3.14.235. و این طرف اشاریه اداتامش 1.5613، یعنی شد که 13.545. خب جمع کسراعشار هم شما درباره اعداد اشاری یا جمع اعداد اشاری قبلا هم سوال حل کرده بودیم، یعنی یک سوال کفایت میکنه، خدا کنه مفهوم شب فهمیده باشیم. اینا رو میایم بعد از این عنوان دیگه است تفریق کسراعشار. تفریق
تفریق کسراعشار یا subtraction subtraction of decimal decimal fraction. در تفریق کسر اعشار هم مثل تفریق عادی ما مفروق را از مفروق منه کم میکنیم. یعنی مفروق منه هم عدد کلان است و مفروق عدد خرد است. مثال از 0.035 عدد 0.021 را تفریق کنید یا تفریق میکنیم. اینا رو میبینیم اینجا که عدد اول تا میام 0 است 3 از این طرف چپ مو عددی که کلان بود و کلان است و یام 0 است 3 این 3 است 5 است پس این زیاده او طرفش که بعدیش هر خلی که از مهم نیست و چون 3 است 2 است پس این کلان تر است. میگیم که 0.035 منفی 0.021 از 5 1 4 باقی از 3 2 1 0.014. این حال یک مثال دیگر را میکنم که اگر از عدد تام یک عدد اعشاری را تفریق کنیم. مثال از 2 1.908 را تفریق کنید. باز هم میبینیم که 2 زیاد است چرا که 2 عدد تام از اینجا 1 است و از اینجا 2 است. پس 2 8 که اگه اشاره داشت میتونیم که از خود اشاره بگونیم که 2 اشاریه مثل خانه 0.00 یعنی 2.000 و 2.1 اونا دارو 0.00 هیچ یعنی هیچ چیز منفی 1.908. از ده از 0.8 نمیره که زینی پاریش میگیریم که شده ده از ده که 8 2 باقی خود این 0 بود خودش خود نمیتونه واسه که از پاریش رفته بود 10 بود یکش به او رفت اینجا من 2 یا هم 0 بود از پاریو خود گرفت یعنی 10 بود یکش به طرف رفت من 2 از 9 که 0 هم 9 و از پیش از ای از پیش از ای گرفته بود قرض یعنی 2 بود و بود که یکش میگه رفت اونجا من 1 از 1 1 رفت 0 0 شده 0 9 2
یک مثال دیگه، مثال دو اشاریه، از دو اشاریه صفر و هشت عدد یک را کم کنید یا کم میکنیم چی میشه؟ اینن مثلا وقت داره که دو اشاریه سوال دیگه آره صفر نو هشت یک اشاریه صفر 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 منفی، از هشت که صفر رفت هشت باقی، از نو که صفر رفت نو باقی، از صفر صفر صفر، از دو که یک رفت یک باقی. اینا رو میبینیم که اگر این مفروق منحوس به این مفروق است، اگر مفروق تام باشد، مفروق پایین کس این مفروق است، اگر مفروق تام باشد مثل که این بالا است، این سوال است، و مفروق منه تام و اشار، این هم تام داشته باشه هم اشار، این مثل زیباره. پس چی میکنیم؟ تنها قسمت یا حرسه قسمت تام را از تام تفریق نموده و قسمت اشار را در پهلوی آن می نویسیم. مثلا اگه تو باشه که از مثال اگه بگویم که از چهار اشاریه صفر پنج شش، از چهار اشاریه صفر پنج شش عدد دو رو تفریق نمایم. اینا رو چی میشه؟ میبینیم که چهار اشاره صفر پنج شش هم تام داره هم کسری، ولی دو تنها تام است. پس چی میگیم؟ چهار اشاره صفر پنج شش، چهار اشاره صفر پنج شش منفی دو، یعنی چهار منفی دو دو اشاریه خود اشاریش صفر پنج شش. این در حالت میشه که تنها چی باشه؟ مفروق عدد تام باشه. در صورتی که مفروق عدد اشاری باشه ولی مفروق منه عدد تام باشه سرچبیزی باز دو حالت نمیشه، باید که مثل از نور از صفر مانده شد.
این بود درس امروز شما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمد لایک کنین و همچنان لطفاً با دوستایتون چینل شریک بسازین یا شیر کنین، و کسایی که جدیدن به چینل پیوستن سابسکرایب فراموش شان نشود، و کسایی که جدیدن ما را سابسکرایب کردن خوش آمدن به چینل ما. منتظر نظریات نیک شما می باشیم. شب و روز خوش برای شما می خواهیم. خدا حافظتان.